حرکتی که میخوایم انجام بدیم برای افرادی هستش که دچار درد توی ناحیه گردن هستن یا دیسک گردن دارن یا یعنی اینکه دچار کوتاهی عضلات توی قسمت گردنشون هستن از اونجایی که عضلات ارزی شانه نقش خیلی مهمی توی این مواردی که گفتم دارن میخوایم که حتما اون عضله ارزی شانه رو هم درگیر کنیم و بعد کشش های گردن رو بهش اضافه کنیم روی یک آجر بشینید چون که میخوایم فشار رو از روی تمام مهره ستون فقرات برداریم پاها رو صاف بذارین جلوتون اصلا به حالتی که پاها حالت بسته خم چارزانو نه حرکت اصلاحی گردنه پس سعی میکنیم که بدن رو توی یک نود حتما نگه داریم پاها رو صاف گذاشتیم جهت انگشت پامون نمیچرخه به سمت بیرون سعی میکنیم که پشت تا جایی که میتونیم بکشیم به سمت بالا ستون فقرات صاف باشه البته اگه نمیتونیدم خیلی پشت صاف نگه نداره تا جایی که در توان بدنتون هستش سعی که پشت و صاف نگه دارین و بعد دارومی هر دو دست رو میارین به سمت عقب الان دست سمت چپ ایشون مچ سمت راست رو گرفته میتونه خود مچ بگیره میتونه یه مقدار بالاتر بگیره باز این بسته به انعطاف عضلات ارزی شانه شما هستش اون دستی که خم شده داره این دست صافو میکشه موقعی که کشش تو عضلات ارزی سرشانه راست ایشون اومد و حس کرد اون کشش رو بدون اینکه گردنش رو خم کنه فقط سر رو کج میکنه به سمت اون دستی که خم هستش کنار گردن کاملا داره اون کشش رو حس میکنه و حتما حرکت رو برای هر دو سمتتون انجام بدین. حرکت بعدی به این صورته که هر دو دست قلاب شده، نمیخوایم دستا رو بیاریم بالا، فقط میخوایم یک کشش خیلی ملایمی توی عضلات ارزی شانه شما حس بکنید. افرادی که آرزه سر به جلو دارن تو این حرکت امکان داره که چونه مقدار از اون حالت نرمالش بیاد جلوتر ولی به راحتی میتونن تو این وضعیت خودشون رو اصلاح کنن فقط کافیه که یه خورده سر چونه رو بکشن الان ایشون ندارن سر چونه رو بکشن به سمت بالا که پیشونی دیگه به سمت روبرو نباشه پیشونی یه مقدار به سمت سقف باشه که روی اون آرزه هم کار کنه موقعی که کشش رو توی دستا حس کردن حالا به آرومی سر رو میخوایم به هر دو طرف حرکت بدیم تا جایی میبره که اولا دامن حرکتی گردن بهش اجازه میده و اونجایی که عضلات گردن کشش رو کاملا بتونه احساس کنه خیلی آروم و روان حرکت رو انجام بدین که فشار توی مخصوصا مهره 6 و 7 گردنتون نداشته باشین حرکت بعدی به این صورته که تو همون پوزیشنی که نشسته بودین هر دو دست میاد به سمت عقب دیگه نمیخوایم مچ دست رو بگیریم بسته به انعطاف دوباره این شانه هر چقدر که دست آرنج رو رد کنه بیاد به سمت بالا که کشش بیشتر بشه نمیذاریم که این دست به بدن نزدیک بشه تا جایی که میتونیم دست رو میکشیمش به سمت بیرون کشش رو که احساس کردیم توی عضلات عرضی سرشانه سر رو به همه جهات میخوایم چرخش بدیم اول از همه سعی میکنیم که چانه رو به قفسه سینه نزدیک کنیم کشش کاملا پشت گردن حس میشه بعد از اون سر رو میکشیم آروم به سمت بالا جلوی گلو کاملا کشش رو حس میکنیم و حتی شاید تا قفسه سینه و بعد برمیگردیم حالا سر رو به طرف این خیلی آروم نمیذاریم که دستمون بیفته دست رو سر میکنیم که تو همون پوزیشن اول که اوورده بودیم به سمت بالا نگه داریم و برای هر دو سمت لطفا انجام بدیم